27 اکتبر مصادف با 5 آبان توسط یونسکو به عنوان روز جهانی میراث سمعی و بصری معرفی شده است. هدف از این نامگذاری نشان دادن اهمیت حفاظت از اسنادی از قبیل عکس، فیلم، مستند و برنامه‌های رادیویی برای نسل‌های آینده است که نشان دهنده تاریخ و میراث جوامع مختلف است. بدون حفاظت از این آثار شاید حتی خاطرات میراث گذشتگان هم به مرور فراموش شود. خبرگزاری اخبار شیعه با تهیه گزارشی تلاش نموده تا در حد توان برخی از آثار سمعی و بصری ماندگار مذهبی در دهه‌های گذشته را که یادآور خاطرات زیبایی در اذهان مردم مؤمن و متدین بوده با به تصویر کشیدن مجدد آن یادآوری نماید. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. امروز یونسکو با همکاری شورای هماهنگی اتحادیه آرشیوهای دیداری شنیداری و سایر نهادهای مرتبط با حفاظت از میراث در سراسر جهان نقشی محوری در حفظ و به اشتراک گذاردن این اسناد که کم دوام و در معرض نابودی هستند ایفا می کند. لذا این سازمان روز 27 اکتبر را به عنوان روز جهانی میراث دیداری شنیداری تعیین کرده است. برنامه یه حافظه یه جهانی یونسکو با هدف نگهداری از میراث مستند ارزشمند و نیز افزایش آگاهی ها در مورد ارزش غیر قابل اندازه گیری این میراث برای نسل های حال و آینده شکل گرفت. حفظ و نگهداری از میراث دیداری شنیداری جهان در واقع به منزله حفاظت از حافظه جمعی ما و انتقال آن به نسل‌های آینده است و لازمه ایجاد آینده‌ای مشترک بر مبنای تفاهم و گفتگو، فهمیدن و آشنایی با گذشته است. بدون شک مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که با 5 زبان زنده دنیا و 6 شبکه جهانی تلویزیونی به صورت تصویری چندین سال است که میراث و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام و شیعیان را در زمینه‌های گوناگون به تصویر کشیده و آرشیو عظیم و گسترده‌ای از مبانی دینی و مذهبی را ثبت کرده، با گنجینه عظیمی که در اختیار دارد، خود طلایه‌دار و سرسلسله این میراث بزرگ سمعی و بصری بوده که می‌تواند یادگاری ماندگار برای آیندگان باشد. در ادامه این گزارش کوشیده ایم تا در حد توان بخشی از میراث سمعی و بصری به جا مانده مذهبی از زمانی که امکان ثبت و ضبط عزاداری ها و اعیاد مذهبی ممکن بوده را به تصویر بکشیم و در حد توان به عنوان یادگاری ارزشمند و گرانبها و خاطره انگیز از گذشته به نسل امروز و آینده ارائه نماییم تا شاید علاوه بر یادآوری خاطرات زیبای گذشته، تلاش پیشینیان برای زنده نگاه داشتن ارزش‌های معنوی و دینی ارج نهاده شود. از گذشته‌های دورتر چندین صدای ضبط شده به دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه منسوب هستند که نوحه جبرئیل هم از آن جمله است. شعر نوحه جبرئیل منسوب به ناصرالدین شاه قاجار بوده و خواننده آن نامشخص است. فیلم رنگی شده مربوط به مراسم ظهر عاشورا سال 1310 خورشیدی در تهران، حوالی سبز میدان بازار تهران هم از جمله آثار سمعی و بصری به جا مانده مذهبی از دورانی است که با ورود تکنولوژی تصویربرداری امکان ثبت و ضبط آن وجود داشته است. اگر
صدای اذان مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی هم که گفته می شود با زبان روزه و قبل از افطار در اولین روزی که بلندگو در مسجد گوهرشاد مشهد نصب گردیده خوانده شده، از خاطر انگیزترین صداهای ماندگار مذهبی به ویژه هنگام اذان در ماه مبارک رمضان است. اذان مرحوم محمد آقاطی هم از نواهای ماندگار و خاطر انگیز در گذشته دور می باشد. مناجات سحر مرحوم سید جواد ذبیحی نیز یادآور خاطرات زیبا در آن ایام است. دعای سحر مرحوم عباس صالحی نیز در دهه‌های گذشته همواره همنشین سفره‌های سحر روزداران مؤمن بوده است. دعای یا علی و یا عظیم ماه رمضان مرحوم سید قاسم موسوی قهار نیز خاطرات ماه‌های رمضان سال‌های گذشته را یاد می‌آورد. یا غفور و یا رحیم. تواشیح اسماء الحسنا قبل از افطار همواره مهمان سفره مؤمنان خداجو در ماه‌های مبارک رمضان بوده است. و نوای ربنای مرحوم استاد محمد رضا شجریان که کمتر کسی است که از آن خاطره ای نداشته باشد. اذان شیخ محمد توخی نیز یادآور ماه‌های رمضان دهه‌های گذشته است. نوای گرم مرحوم شیخ احمد کافی و یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و انتظار ظهور از خاطرات فراموش نشدنی دهه 50 می باشد. غم خور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. واگوی خانی در فراق امام زمان با نوای زنده یاد مرحوم حاج غلام رضا حسین زاده از مداحان خراسان که اجرا شده در دهه 50 شمسی بود، بیشتر در نیمه های شعبان آن سالها با نوارهای کاست میان افراد مذهبی دست به دست می شد. تنها صدای باقی مانده از مرحوم علامه عبدالحسین امینی صاحب کتاب القدیر گنجینه‌ای کمیاب و ماندگار است. حق کنه تا روز مرگتون از اون میگذری علی را مصالحه میکنه، میخواه از حقوق علی بگذری. سخنرانی های مرحوم حسین علی راشد که در دهه های 40 و 50 شمسی از رادیو پخش می شد نیز حاوی نکات ارزشمند دینی و معرفت شناسی. باید متفق شد.
منبرها و روضه های مرحوم محمد تقی فلسفی نیز یادآور خاطرات فراوانی از آن سال هاست. هر یک از ما قوه هایی هست، مثلا قوه بینایی قوه ای. نوحه اربعین آمد مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی حاوی اخلاصی بی نظیر از مداحان خوشنام و دلداده اهل بیت در آن روزگار می باشد. در پشتگا نه نه نوا اربعین آمد اربعین آمد. شعر زیبای بازینچه شورش است مرحوم محتشم کاشانی طی دهه های مختلف نیز بارها توسط مداحان مختلف و گروه های عزاداری بازخوانی شده و یادآور ماه های محرم طی دهه های متمادی است. صلوات خاصه امام رضا که توسط مرحوم رضا انصاریان خوانده شده هنگام تشرف به صحن و سرای امام هشتم شنیدنی است. الامام تقی النبی و شعر آمده ام ای شاه پناهم بده مرحوم محمد علی کریم خانی نیز حال و هوایی و وصف ناشدنی به زائر امام هشتم می بخشد. مناجات مرحوم سید جعفر ماه رخسار در مدینه هم شنیدنی است و روح مشتاقان را به سوی آن دیار به پرواز در می آورد. نمی گنجد دلم دیگر. نوای زیبا و تاثیرگذار یا حسین قریب مادر شاهکار مرحوم سید جواد ذاکر هم نیز از نغمه هایی است که بسیاری از مردم با آن خاطره دارند. نوحه معروف و قدیمی روزهای پایانی سفر دختر بدرالدجا امشب سجا دارد عزا بارها و بارها توسط مداحان مختلف بازخوانی شده است. و ذکر سینه زنی ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد در روز تاسوعا نیز بارها و بارها در دهه های گذشته در شهرهای مختلف بازخوانی شده است. ایوان نجف عجب صفایی دارد، شعری زیبا که زائران حرم امیرالمؤمنین با خواندن آن حال خوشی پیدا میکنند. هی در به نجف چه بارگاهی. و شعر علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که توسط مرحوم محمد حسین شهریار با اخلاص کم نظیری سروده شده و مورد توجه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نیز واقع شده است و بارها و بارها مداحان مختلف و گروه های سرود گوناگون آن را بازخوانی کرده اند. همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی. و نواهای فراوان مذهبی ماندگاری که بایستی برای نسل امروز آینده بماند تا بدانند چگونه از شعائر مذهبی طی قرن‌های متمادی محافظت شده و اینک به دست ما رسیده و چگونه باید از آنها پاسداری نماییم و به آیندگان منتقل نماییم. علی اکبری، اخبار شیعه.